زبطم میشه وصلم حاصل زبط خودت بود آره خودمون بود چیز الان وصلیم دیگه میکروفون و اینا همون وصله خب سلام صبح بخیر شاخ مجازی مگه مجازی شاخ داره بابا اون روزا گاو و بز و اینا شاخ داشتن شاخ یعنی چی شاخ مجازی یعنی چی یعنی جدی جدی اصلا الان اصلا بچه ها تو اینستاگرام هم هستن جدی من باور میکنید الان چند سال اینستاگرام اومد دو بار دو تا 5 دقیقه رفتم داخلش مثلا یک کاری داشتم و برگشتم اومدم بیرون اینم نه اصلا کاری به نتش نداره ما کاری با اینستاگرام نداریم که خب بسم الله الرحمن الرحیم خب آقای لینک رو برام بفرستیم بچه‌ها بیان یا زهری یا زیا یک دو سه داری صدا رو؟ خب ضبط رو چیز کنیم ببینیم ابو طالبی اومد نه الان اسکای رومیم تا که فرصت داریم نهانیم آره اومده خب خب دانش آموزان بچه صدا... سلام 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 صبح بخیر صدای منو دارین؟ آی کیانی صدای منو دارین؟ ابو طالبی کیانی صدای منو دارین؟ بله خب آقا ما جلسه قبل در مورد آنتالپی پیوند صحبت کردیم خود آنتالپی پیوند رو گفتیم مثال زدیم نموداراش رو گفتیم عوامل مؤثرش رو گفتیم توضیح دادیم بریم سراغ مطلبی تحت عنوان آنتالپی سوختن چی؟ آره آره اصلا قدرت پیوند تو کتابمون نیست چون سال آینده اشاره میکنه فقط به این سر آنتالپی سوختن سوال حداقل دوستانی که تو کلاس جواب بدید سوختن یه واکنش گرماده یا گرماگیر گرماده پس انرژی آزاد میکنه آقا اول گوش بده انرژی آزاد شده اولا خب آنتالپی سوختن رو با دلتا اچ سوختن نشون میدن و واحدش هم کیلو جول بر موله خب جلسه قبلم گفتم یاداوری گفتم بچه ها از این به بعد هر موقعی میگه گرمای واکنش هر موقعی میگه گرمای واکنش اینو ما قبلا گفتیم ها اولا در فشار ثابته با کیو پی هم نشون میده کیو پی یعنی فشار دیگه این مساوی دلتا اچ واکنشه بچه ها ببینید دلتا اچ تغییر آنتالپیه اما دیگه طبق عادت این تغییره رو نمیگن
ببین ما جلسات قبل گفتیم آنتالپی اچه، تغییر آنتالپی دلتا اچه. اما هر موقع میگه آنتالپی سوختن، آنتالپی واکنش، آنتالپی پیوند، منظورش دلتا اچه دیگه، اون تغییره رو نمیگه. حالا میگه اون سوختن گرمادهه. خب یک واحدش چیه؟ کیلو جول بر مول، یعنی به ازای چقدر ماده؟ یه مول ماده. آقا انرژی آزاد شده هنگامی که، گوش بده خواهشم، انرژی آزاد شده هنگامی که یک مول ماده سوختنی در مقدار کافی اکسیژن خالص، یعنی چند تا شرط داره. تو تست ها ممکنه چهار تا جمله بده هر کدومش یه ایرادی داشته باشه. پس تعریف آنتالپی سوختن، انرژی آزاد شده هنگامی که یک مول ماده سوختنی در مقدار کافی اکسیژن به اکسیژن خالص می سوزد. دو سه تا نکته داره. آقا خب مشخصه همیشه مقدار ماده یک موله. خب یه نکته. نکته دوم، بچه ها مقدار اکسیژن باید کافی باشه. میدونید چرا؟ چون اگه مقدار اکسیژن کافی نباشه، کم باشه، شاید یه مول ماده کامل نسوزه یا اصلا سوختن کامل نباشه. شما سال گذشته یادتون هست میگفتیم سوختن میتونه کامل باشه، میتونه ناقص. اگه مقدار اکسیژن کم باشه ناقص میسوزه، سی او تولید میکنه. خب خالص چرا؟ آقا اگر خالص باشه، مثلا هوا باشه، ممکنه یه واکنش های دیگه ای هم انجام بشه، بنابراین اندازه گیری آنتالپی سوختن سخت میشه. ببین ممکنه مثلا شما یه ماده سوختنی دارید، هم با اگه هوا باشه یعنی اکسیژن ناخالص، هم با اکسیژن ترکیب بشه هم با نیتروژن، دو تا واکنشه. پس اکسیژن خالص این مقدار کافی اکسیژن، چون سوختن کامل باشد، خالص چون واکنش دیگری انجام نشود. خب حالا آقا نکته بگو. نه، آنتالپی واکنش انرژی بود که توی واکنش مبادله میشد. حالا اگه گرماگیر بود مصرف میشد، کیو اونور بود. اگر گرماده بود تولید میشد، میومد اینور. خب حالا فعلا گوش بدید، اونو توی فرصت پیدا میکنه، اونو توی فرصت پیدا. واحد دلتا اچ، اصلا واحد انرژی، یه لحظه، شما تو فیزیک تو دستگاه اس آی کار میکنی، واحد انرژی دون جوله، درسته؟ نمیدونم قبلنا داشتیم، اگر کالوری هم بود تبدیلش میکردید به جول. واحد انرژی توی شیمی کیلو جوله. حالا بعضی جا به ازای یه مول ماده است، خب میشه کیلو جول بر مول. یعنی در حقیقت تغییر آنتالپی سوختن، تغییره، منتها این تغییره رو دیگه نمیگیم. وقتی میگه آنتالپی سوختن یعنی دلتا اچ. ببین آنتالپی دلتا اچ نیست، معمولا گفتیم اگر تو فشار ثابت باشه نمیگه، حالت عادیشه. اما اگر تو فشار ثابت نباشه شرطش رو تو سوال میذاره که ما همچین چیزی رو نداریم، حتی تو تست کنکور هم نداریم. خب آقا نکته بگو. آره خب مواد اولیه فراورده، انرژی محتوای انرژی مواد اولیه محتوای انرژی فراورده، آیا اینا یکسانه؟ همین تغییر کرده. حالا اگه فراورده ها بیشتر باشه یعنی گرما گرفته تبدیل شده، پس میشه گرماگیر. اگه کمتر باشه گرما داده. H1
دلتا اچ میشه اچ دو منهای اچ یک یا اچ پایانی فراورده ها منهای اچ آغازی. همینه، همین دلتا اچ. آقا نکته، چون واکنش سوختن گرماده هست، دلتا اچ سوختن همواره منفی است. اگر یادتون باشید تو بحث قبلی دوستانی که سر کلاس بودید، آنتالپی پیوند رو گفتیم چی؟ گفتیم آنتالپی انرژی لازم برای شکستن پیوند. حالا میگفتیم شکستن پیوند همیشه گرماگیره، نیاز داره به انرژی، پس آنتالپی پیوند همیشه مثبته. اینجا آنتالپی پیوند همیشه منفیه. تمرین نه، گفتی آنتالپی واکنش پیوند نگفتی. آنتالپی واکنش گرمایی، آنتالپی پیوند انرژیه که میگیره، که من گفتم آنتالپی واکنش گرمایی که مبادله میشه، ممکنه بگیره ممکنه بده. آنتالپی یعنی انرژی، تو جلسه قبل نه قبلیش تعریف کردی. خب آقا تمرین، در هر یک از واکنش های زیر دلتا اچ واکنش و دلتا اچ سوختن ماده مورد نظر را تعیین کنید. واکنش یک، سی هاش چار به حالت گاز به اضافه دو تا او دو میدهد، سی او دو به حالت گاز به اضافه دو تا هاش دو او به حالت مایع به اضافه 890 کیلو ژول. واکنش دو، سی دو هاش شیش، اگه یادتون نرفته باشه متان اتان آلکانه، به اضافه دوتا فکر کنم میشه هفتا او دو میدهد چارتا سی او دو به اضافه شیشتا هاش دو او به اضافه 3120 کیلو ژول. حالا خوب گوش کن، دوتا مثال بچه ها. دلتا اچ واکنش مهم نیست، که تو دلتا اچ واکنش مهم نیست چند مول تولید شده یا مصرف شده، ضرایب هرچی هست فرقی نمیکنه. دلتا اچ واکنش گرمای مبادله شده تو واکنشه. یعنی چی؟ یعنی آقا الان دلتا اچ این واکنش گرمای مبادله شده، الان گرما این کیوه، کیومون سمت راست واکنشه، بنابراین یعنی واکنش گرمادهه. خب میشه منفی 890 کیلو ژول. آقا این منفی به ازای مصرف یا تولید چند موله؟ اصلا نمیدونیم، تو واکنش هرچی هست همون میشه گرمای واکنش. خب اما دلتا اچ سوختن متان این دیگه حتما به ازای یه موله. بیایید متان ضریبه چنده؟ یک. پس یه مول سوخته گرمایی که آزاد شده به ازای اون، پس اینم میشه منفی 890 کیلو ژول بر مول. الان آقا کنید این دوتا واحد و عین پایینیه، پایینی الان آقا کنید. حالا میخوام دلتا اچ واکنش رو اول بنویسم. آقا دلتا اچ واکنش گرمایی که تو واکنش وجود داره، اصلا مهم نیست ضرایب چجوری هست، پس این میشه منفی 3120 کیلو ژول.
اما دلتا اچ سوختن 32.6. آقا این گرما، این گرمای آزاد شده به ازای سوختن 2 مول اتانه. چرا 2 مول؟ چون ضریبش 2ه. حالا آنتالپی سوختن یا دلتا اچ سوختن به ازای 1 مول باید باشه، پس منفی 3120 کیلو ژول تقسیم بر 2 مول. وقتی 2 مول سوخته اینقدر گرما آزاد شده. حالا اگه نصفش بسوزه چی؟ خب گرمای آزاد شده هم نصفش، مساویه منفی 1560 کیلو ژول بر مول. به این صورت. ببینید الان من دوتا مثال کاملا تو دلتا اچ اصلا مهم نیست، فقط باید واکنش موازنه باشه، اما تو دلتا اچ پیوند یا دلتا اچ سوختن مهمه که به ازای 1 مول باشه. نه اگه موازنه واکنش نباشه قانون پایستگی جرم پیروی نمی کنه. ببین اصلا واکنش کامل نیست، گرماش هم اصلا نمی نویسه. ببین یه لحظه فرض کن اینجا 40 گرم ماده مصرف شده بود، وقتی موازنه نباشه اونور 60 گرم تولید شده بود. گرمایی رو که می نویسه به ازای 40 گرمه می نویسه یا به ازای 60 گرمه؟ اصلا نمیشه. اصلا این واکنش هنوز واکنش نشده. ببین نه، ما فعلا روش به دست آوردن آنتالپی رو بلد نیستی. خب ما میخواییم مقایسه کنیم الان فعلا چی بلدیم. الان فعلا واکنشی که به ما میدن باید بتونیم بفهمیم آنتالپی پیوندش چقدر، آنتالپی واکنش چقدره. اگه واکنشمون، بچه ها یه نکته، اول باید تشخیص بدید که اینا سوختنه. ببینید هم با O2 هم داره چی و چی تولید میکنه، CO2 و H2. وقتی سوختنه خب بحث آنتالپی سوختنم مطرح میشه. بدونید آنتالپی سوختن ماده رو بنویسی، میگه آقا ضریب O2 مهم نیست. نه، میدونید چرا؟ چون ماده سوختنی ما اینجا اینه، ضریب ماده سوختنیمون مهمه. خب اگر ضریب 1/2 بود که نمیشه، چون ما تو معادله موازنه شده ضریب کسری که نداریم، اما اگر اینجوری بود به ازای 1 مول. بگو دلتا اچ واکنش آنتالپی واکنشه. گفتم توی دلتا اچ واکنش گرمای مبادله شده در واکنشه، به ذرایبم بستگی نداره. البته به ذرایب اینجوری ننویسید، دوباره الان نکته بعدی که میخوایم بگیم شر میشه. ذرایب مهم نیست، همونیه که تو واکنش نوشته. اون به ازای 1 مول ماده است. حالا میگیم اینجا که اینجا که محاسبه نداشت، اینجا محاسبه نداره، درسته؟ من میگم ببین اینجا که این مقدار رو بهت داده، خب منفیه. حالا اگر ضریب ماده سوختنت 1 مول باشه میشه خودش، اگه 2 مول باشه میشه تقسیم بر 2، اگه 3 مول باشه میشه تقسیم بر 3. در این حد محاسبه داره سوختن، تا بریم جلوتر محاسبه های بعدی. خب
بفرم. سلام. خدا ببخش. چیه؟ چسبیده پلاستیکه؟ خوبه، یفنه همین باعث میشه ویروس کرونا رو تو اتاق بکشن. چرا؟ آره حسن گرفتی؟ نه جدی؟ آره؟ تو چه مرحله ای؟ چجوری بود؟ قوی؟ ضعیف؟ چند روز خونه نشین شد؟ بریه و اینا نکشید؟ رفتی اسکن و اینا؟ رفتی؟ بریه نزده بود؟ چند وقت گذشته ازش؟ تو امتحانا بود دیگه. کی کرونا گرفته از بچه های کلاس دیگه؟ از تو خرداد. ها تو خرداد بعدی هماهنگ کردیم. مواظب باشید بچه ها. میدونید چیه؟ یه بحث مهم اینه که ممکنه مثلا شما جوونید، این خیلی مهمه، کرونا مثلا تو بدنتون باشه اما نشون نده، ناقل هستی، شما میتونید به هر فردی کرونا رو منتقل کنید. حالا اونی که از شما کرونا میگیره معلوم نیست دیگه مقاومتش داشته باشه، یعنی این نمیشه بگه من مشکل. میگن آقا هر کی بیماری زمینه ای داره کرونا میگیره، میگیم قبول. پس خب ما که هم جوونیم هم ورزشکاریم هم کلی ادعا داریم کرونا نمیگیریم، اینم قبول جهنده. اما ممکنه ویروس تو بدن ما باشه منتقل کنیم به یکی دیگه. نه حسن که خیلی گذشته ازش، یه ما گذشته. مواظب باشید، مواظب سلامتی خودتون باشید. تا جوونید، جدی میگم، تا جوونید حواستون به سلامتی خودتون باشه. وقتی سنتون رسید به 40-50 سال یه باد که بهتون بخوره همه جای بدنتون درد میاد. با همه هم جدی میگم، یعنی من خودم خب مثل شما بودیم دیگه، وقتی بزرگتر رو حرف میزدن دلش خوشه کو حالتا اون موقع بی احترامی نمی کردیم اما توجهی هم نمی کردیم. آره توجهی هم نمی کردیم. اگر هم می دیدیم ناراحت میشه یه چشم می گفتیم و بعد همون کار خودمون رو انجام میدیم. همه این کارا رو میکنه دیگه. ببین این مسیری که این مسیری که شما دارید میای ما رفتیم دیگه. بحث اینه که آقا برای مثلا میگه برای ما چیزه، برای اون یکی خاطر است یا اینا که برای شما چیزه برای ما خاطر است. واقعا این زندگیه. الان من با این که هیچ مشکلی ندارم یه باد که میخوره به پهلوام مثلا میدم مقاومتم مثل 20 سال پیش نیست. خیلی باید حواسم به سلامتیم باشه، اینا حواستون باشه. خب آقا بیایید اینجا، یه اصطلاحی داریم به نام ارزش سوختی. ارزش سوختی چیه؟ خب یادآوری دوباره، انتالپی سوختن به ازای چه مقداری بود؟ یک مول. ارزش سوختی گرمای آزاد شده به ازای یک گرمه، به ازای یک گرم. بیس ها همون یک گرم، نه یک گرم ماده سوختنی واکنش دهنده. ارزش سوختی وقتی میگی ببین الان من تعریف میکنم دیگه. اصطلاح بعدی ارزش سوختی،
واحدش میشه کیلو جول به ازای یک گرم. بچه ها اصلا ببینی اگه آدم حواسش باشه خود واحد داره تعریف میکنه، انرژی آزاد شده به ازای سوختن کامل انرژی آزاد شده به ازای سوختن کامل، وقتی میگیم سوختن کامل یعنی همه این شرط ها رو داره که اینجا نوشتیم، سوختن کامل یک گرم ماده سوختنی که اینجا گفتم در مقدار کافی اکسیژن خالص، مقدار کافی اکسیژن خالص. خب پس این ارزش سوختی. آقا حالا فرق نمی کنه من فرمول چجوری بنویسم، انتالپی سوختن مساویه ارزش سوختی ضرب در جرم مولی ماده، جرم مولی ماده. آقای عزیز الان من میخوام با کمک همین دوتا، خب مشخصه دیگه، پس ارزش سوختی میشه انتالپی سوختن چی بود؟ دلتا اچ سوختن تقسیم بر جرم مولی. حالا میخوام همین دوتا مثال رو بزنم بعد میخوام نتیجه بگیرم از اینا. آقا دلتا اچ سوختن متان منفی 890 کیلو جول بر مول، حالا ارزش سوختی مساویه 890 تقسیم بره. بچه ها جرم مولی ها رو که شما بلدید، نه 890 تقسیم بره نیمه کار است، سی دوازده اچ یک. خب متان سی آشار جرم مولیش میشه 16 مساویه 890 به 16، با ماشین حساب بزن با موبایل 16 جرم مولی سی آشاره، سی دوازده اچ یک، چهار تا اچ داری، چهار به اضافه دوازده 55.6 کیلو جول بر گرم. ها حالا یکی رو دیگه خودت حساب کن، دلتا اچ سوختن 32.6 مساویه 1560 کیلو جول بر مول، حالا ارزش سوختی مساویه 1560 تقسیم بره جرم مولی 32.6، 2 تا 12 تا 24 و 6 تا 1 سی 156 به 3 صفرش که ساده میشه 52 کیلو جول بر گرم. بچه ها نکته تو هیدروکربن ها جواب بدم، حواست یه لحظه، نکته گوش بده، نه اول گوش بده بعد پاسی میگی مینویسید، دوستان که تو منزلم هستید نکته، بچه ها انتالپی سوختن رو نگاه کنید کدوم بیشتره؟ اتان، قبول؟ اتان. آقا توی هیدروکربن ها هرچی تعداد کربن بیشتر بشه انتالپی سوختن افزایش پیدا میکنه، البته مقدارش ها بچه ها، این عدد نیست که بگی آقا منفی 3120 کوچیکتره ها، عدد منفی نیست، این منفی یعنی گرما داره آزاد میشه. این چقدر گرما آزاد میکنه؟ 890. این چقدر گرما آزاد میکنه؟ 1500. پس گرمای آزاد شدهش بیشتره. خب اما ارزش سوختی رو نگاه کن برعکس شد،
تو هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن آنتالپی سوختن زیاد میشه، اما ارزش سوختی چون جرم مولی داره زیاد میشه. احسن مثال رو بنویسید تا من نکتهش رو بگم. بنویسید کیلوجول برگرم. آره آره، بذار تو فرمول کیلوجول برگرم میشم. آره ببین، همون چیزی که خودت میگی، اون کیلو جول بر موله، این کیلو جول نه این گرم بر موله. جنونی گرم بر موله، گرم به ازای مولیه. آها اینو این ساده میشه. خب اگه نوشتید نکته، خب بذار یه ببین. نه دیگه، وقتی شما تعریف میکنی گرمای آزاد شده به ازای سوختن یه مول، خود به خود واحدش میشه چی؟ نه جرم مولی که از قبل میدونیم جرم مولی جرم چقدره. خب واحدش میگه نمیشه گرم واحد جرم، خب میشه گرمش به ازای یه مول. خب میشه چی؟ گرمش. گرم بعدش اینطوری میشه، ساده میشه. الان وقت این یکی که گرم وقت الان بالا یه کیلو بر کیلو جول مول، اینم گرم بر مول ساده که بشه میشه کیلو جول برده. نکته آه اینه، آنتالپی سوختن شد این ضربه، این چرا اینه؟ آنتالپی سوختنه؟ یه بار دیگه بگو. چون این ضربه از سوختن ضربه از جرمون چه همون مولاش باشه؟ خب این فرموله، آره همین چور میشه، همین فرموله. این الان تمام دلیلش این الان اینجوریه دیگه آقا، ارزش سوخته میشه کیلو جور بر گرم ضرب داره، این هم میشه گرم بر مول. گرامش با هم ساده میشه. پس ما دو تا فرمول که داریم بچه ها، حداقل یکیه، دو تا فرمول که نیست، یه دونه شو تو ذهنمون باشه. حالا تمرین داریم بعدن، اما چون تست برده ازش نکته در هیدروکربن ها، در هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن، با افزایش تعداد کربن آنتالپی سوختن، آنتالپی سوختن افزایش می‌یابد، اما ارزش سوختی، ارزش سوختی متفاوت است. بزرگان اما ارزش سوختی کاهش می‌یابد، متفاوت تو می‌دونید کاهش می‌یابد. تو پرانتز بچه ها، الان به نظر شما گفتیم با افزایش تعداد کربن آنتالپی سوخت ارزش سوختی کم میشه، درسته؟ الان میتونید بفهمید بالاترین ارزش سوختی رو متان داره، چون یه دونه کربن داره.
پایین ترش خب نمیدونیم تا چند کربن بده. نه نه اونو نمیشه گفت. اونو نمیشه گفت. ما هیدروکربن های دیگه هم میتونیم داشته باشه. اون دیگه یکم فرق میکنه. تو پرانتز متان، گاز متان CH4 بیشترین ارزش سوختی را دارد. بیشترین ارزش سوختی را دارد. از تو هیدروکربن ها دیگه. حالا بریم سیم تمرین. شما الان میخوام توی این تمرین بگم. تمرین میگه آقا اومدیم یه الان سه تا مثال رو دقت کن. C2H6 اتان، C2H4 اتن، C2H2 اتین. اینا که تعداد کربنش برابره. اتان آلکانه، آلکنه، آلکینه. برسیم تمرین. آنتالپی سوختن را، آنتالپی سوختن سه ماده زیر را با هم مقایسه کنیم. آنتالپی سوختن سه ماده زیر را با هم مقایسه کنیم. بیشتر باشه آنتالپی سوختن بیشتره. درسته حالا اینجا که برابره. آقا یه نکته بازم میام سراغ نفر C12H1 جرم مولیه این میشه چند؟ 24.6C. این دوتا اچ کم داره 28. اینا چیه؟ جرم مولیه. این 26. بچه توی هیدروکربن ها هرچی جرم مولی بیشتر باشه آنتالپی سوختن بیشتر. آنتالپی سوختن بیشتر تو هیدروکربن ها هرچه. پس من دارم مقایسه آنتالپی سوختن، این بیشتر. حالا دلیل یا نکتش هرچه جرم مولی ارزشش رو تقسیم کن، باید مقدار داشته باشه. وارد بحثش نمیشه. جرم مولی بالاییه. خیلی کم تبراتش. نه یه روال خطی نیست به قول ریاضی ها. هرچه جرم مولی هیدروکربن بیشتر باشد آنتالپیه سوختن آن بیشتر است. هرچه جرم مولی هیدروکربن بیشتر باشد آنتالپی سوختن آن بیشتر است. سوال امتحان زیاد داره. چی ببین دیگه داریم این سوال رو میگیم. سوال امتحان زیاد داره. این به این سوال. خب حفظ نیستیم ما. ببین اینایی که تو دوازدهم، به قول معروف خیلی تست بزنن شاید فقط مال متان حفظ کنن که حفظ دارم بده. خود ما هم سه چهار تا اولی که حفظ کنیم نیاز ارزش علمی نداره که راحت میدونی از سوکر باید بدن. باید یه اطلاعاتی به ما بدن. نمیتونه که بگه هیچی نده بعد بگه فلان چیزو به دست بیار. میگه چه شده میگه فلان به دست بیار. از جرم مولی بیشتر باشه پیوندهای بیشتری میشکن و تشکیل میشه. پس مبارد
بچه ها دقت کنید یه لحظه، من میخوام چند تا مثال بزنم، حالا چند تا مثال بزنم از این مثال ها یه چیز خیلی مهم و نتیجه بگیرم. الان نگاه کنید بچه ها، مثلا سی به اضافه او دو میدهد سی او دو به حالت گاز. این یه دلتای چی داره؟ سی جامد، گاز گاز. حالا سی به اضافه او دو میدهد سی او دو به حالت جامد. این یه دلتای چی داره؟ حالا با دو تا سوال به جواب میرسیم. بچه ها این یه واکنشه، قبول دارید؟ فقط تفاوتش تو حالت اینه، این گازه این جامعه. به نظرتون دلتا چه این دوتا یکسانه؟ نه. یه مثال دیگه بذارم، فرض کن این بیاد ضریبش بشه دو تا سی به اضافه دو تا او دو بدهد دو تا سی او دو، آیا دلتا چه این دوباره یکسانه؟ نه. یه سری عواملی روی دلتا اچ واکنش مؤثره. چیاست؟ عوامل مؤثر در دلتا اچ واکنش. دلتا اچ واکنش، دلتا اچ هر واکنشیه به ازای هر چقدر تو واکنش، اما دلتا اچ سوختن فقط دلتا اچ واکنش سوختنه، اونم به ازای یک ما. خب نه 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 نه، این نمیخواد. ما الان مثال های خیلی بهتر از اینو مقایسه میکنیم. خب آقا گوش شده، عوامل مؤثر در دلتا اچ، یک دما و فشار. توضیح نداره، توضیحش میره در سطح دانشگاه. عوامل چی؟ دلتایش نه، دلتایش سوختن، بحث سوختن اصلا تموم شد، کلیه این دلتایش واکنش. یک عوام دما و فشار، دو مقدار و ضرایب مواد در واکنش. خب سه حالت فیزیکی مواد شرکت کننده در واکنش. حالا میخواییم برای این تمرین بکنیم، میخواییم برای این تمرین بکنیم برای سومی. نه نمیشه گفت هر کدوم اینا باید تو حالت، خب بستگی داره. الان مثل... تو مثلا همون جواب دو میدم، بستگی داره حالت تو واکنش دهنده ها فرق کنه، حالت تو فراورده ها فرق کنه، چه جوری بشه. خب این ستا رو تیتری بنویسید، همین، هیچ توضیحی هم نداره. توضیح نه، فقط از این مثال بزنم. اون دوتا محاسباتش میره برای دانشگاه ایشالله، هر کی رفت رو، هر کی رفت رشته شیم. به بیمارستان که کشیده نشد ها؟ نه خب اگه خطرناک باشه آدم من... نه اینجوری هم نیست، من دامادمون بر دام... آره دیگه تو که دامادمون بنده خدا یک ماه تو بیمارستان بود. همکار من، همکار خیلی نزدیک و صمیمی، دبیر شیمی اصفهان، دقیقا 15 شهریور کرونا گرفت، شروع مدرسه. خب 20-30 روز تو خونه بود، شاید 2 ماه توی بیمارستان بود، 1 ماهش رفت تو کما و برگشت. برگشت حالا خب دیگه تجربه داره، تجربه داره، اینقدر
بچه ها خدا نکرده مثلا اگه بیماری حادش باشه حالا تو افراد بزرگسال انقدر بدن ضعف میگیره که جون از دست و پای آدم میره که یعنی تا دو سه ماه آدم هنوز این ضعف رو داره. کدومش انگار حال پاک کردن نداره. مشکل هست؟ این ماجیکه؟ به هم نمیس به هم نمیسازن. فکر نکنم ماجیکش ایرانی باشه. فکر نکنم ما هنوز انقدر پیشرفت کرده باشیم که بتونیم ماجیک هنوز انقدر پیشرفت کرده باشیم که بتونیم ماجیک بسازیم. البته ایرانه حتی ایرانی روش چرا کیانه ببخش چی شد به کجا خورد؟ خب چی کار کرد؟ آخه یه چند سال پیش یه ماهواره فرستادیم، یه سگ فرستادیم، یه سگ دیگه برگردون نجد یه اکسا دوتا سگی که نشون میداده اینه هم نبود. نمیدونم شاید نه فک و فامیل داشته خودش مونده یکی دیگر رو فرستاده. آقا تمرین برسید، تمرین تمرین در هر یک از قسمت های زیر گرمای آزاد شده در دو واکنش را با هم مقایسه کنید. برای اینکه توضیح بدیم واکنش ها گرماده هستند، واکنش ها گرماده هستند. خب حالا بیایم اینجا مورد الف واکنش یکمون سی سه هاش هشت به حالت گاز به اضافه او دو میدهد سی او دو به اضافه هاش دو او. واکنش دو سی سه هاش هشت به حالت گاز به اضافه او دو میدهد سی او دو به اضافه هاش دو او. این باشه گاز، این باشه مایع. سه تا سه تا سه تا چهار تا چهار تا سه دو تا شش تا و چهار تا ده تا پنج تا پنج تا. آقا از این واضح تر نیست، حتما یه همچی سوالی تو امتحان دار دیگه، از این واضح تر باید روزنامه کنی. آها اینجا ببین تفاوت، الان ما اون سه تا عاملی که گفتیم یکیش حالت فیزیکی بود، اینجا تفاوت فقط تو چیه؟ حالت فیزیکی. میگه آقا دما و فشارش که معلوم نیست چون چیزی نگفته، ما شرط یکسان میگیریم. این پایین هم گازه. بله بله ذرایب و مقدار هم که یکیه، فقط حالت، فقط حالت. خب اولی رو من توضیح بدم، این همین رو مثال میذارم شما توضیح میخوام به دو روش توضیح. اگه نوشتید گوش بدید، دوستانی که تو منظرم هستید اگه هنوز هستید از زیر لاف اومدید بیرون حواستون باشه. میگفت دیگه دانش آموز به سوال میگفت آقا ما به هیچ عنوان موافق نیستیم کرونا بره. گفتم چرا؟ گفت اولا امتحانات تو حالت کرونا خیلی خوبه. گفتم خب. گفت دیگه حالت کرونا نیازی نیست آدم ساعت 6 صبح هر روز پاشه که 8 تو مدرسه باشه. راست میگه، ساعت 8 هم که دست از زیر لحاف آوردی بیرون دکمه موبایل رو زدی و یه سلام فرستادی حله.
ضررش بیشتره، ضررش بیشتره. ببین یه تاریخو در نظر نگیر، در عوض تو سر کلاس ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه درسای اصلی نیستی، حالا فوقش هفته ای دو ساعت میری سر کلاس تاریخ، اونم خوابی. در عوض اینجوری 10 تا کلاس رو داری از دست میدی. بچه ها تو 11 و 10 شاید زیاد، تو شیمی درس خودم هم، اما تو 12 واقعا دانش آموز الان نمیتونه تست، اصلا نمیفهمه. به این صورت مثال بزنیم برای کلاس خودمون، آقا ما پارسال کلی سکیومتری سر کلاس یاد گرفت، حل کردیم، بلد شدیم. امسال دوتا موضوع آسونتر داشتی که همش به اون بستگی داشت. خیلی همون گفتیم آقا ما این دوتا موضوع رو متوجه نشدیم. حتی اگر نامگذاری مواد عالی هم 30 تا 40 تا مثال حل نمی کردیم، این همون میشد. آقا بیایم اینجا یه نکته. اولا انرژیه، سطح انرژی ماده در حالت جامد کمتر از مایع، کمتر از گاز. اینو قبول دارید؟ سطح انرژی ماده در حالت جامد کمتر از مایع، کمتر از گاز. خب حالا اونو حالا میدونم یه چیزی تو ذهنت هست، بعد بررسی میکنه. فعلا وارد بحثش نشد، تسعید و اینا رو، اونا رو فعلا فیزیکیه بذار کنار. آقا فرض کن اینجا، خوب گوش کن، الان شما فکر کنید کدوم ها گرمای بیشتری آزاد میکنه؟ یکی نیست، چون حالتش فرق میکنه. بالا یه گرمای کمتری آزاد میکنه. میدونید چرا؟ به دو دلیل، به دو دلیل، به دو دلیل. یه لحظه، آها، فرض کنه اینجا 100 کیلوجول گرما آزاد کنه. خب اینجا هم همون 100 تا رو آزاد کنه، اما یه مقداریش مصرف میشه تا دوباره آبو به بخار تبدیل کنه. ببین تو واکنش یک بخشی از گرمای آزاد شده دوباره مصرف میشه تا آب به بخار تبدیل بشه. یعنی فرض کن تو اینجا 100 کیلوجول گرما آزاد کنه، اینجا 100 تا آزاد نمیکنه. میدونی چرا؟ چون از این 100 تا یه مقدارش مصرف میشه تا آب به بخار تبدیل بشه. پس گرمایی آزاد شده این بیشتره. باشه، فرض میکنیم مایع باشه. یا نه، اینو فرض کن، فرض کن اول این باشه، فرض کن اینجا 100 تا انرژی آزاد کرد، حالا بخواد به این تبدیل بشه، هاشتو 20 تا دیگه گرما آزاد میکنه، تبدیل میشه به مایع. پس اینجا میشه یه 100 تا از واکنش، یه 20 تا از تبدیل بخار. این یه نکته. یه نکته دیگه بچه، با نمودار خیلی راحت میشه فهمید. خوب گوش بده، خوب گوش بده. فرض کن اینجا واکنش دهنده های شماست، اچیه کده، یعنی چی؟ یعنی 3 + 3 = 8 به اضافه 5 تا O2، اینم گاز. حالا من میخوام نمودار واکنش اولی رو رسم کنم، من میخوام نمودار واکنش اولی رو رسم کنم. اولی فراورده ها رو اینجا رسم کنم. خب این میشه فراورده واکنش یک، میشه 3 تا CO2 گازی به اضافه 4 تا H2. من اینو یکم درشت‌تر نوشتم که مشخص باشه. حالا بچه دلتا اچه این میشه این دلتا اچ یک. حالا میخوام برای دومیه رسم کنم، به خاطر اینکه واکنش گرماده دیگه، H2ش کمتره. ببین نه، این واکنش سوختن هست یا نه، گرماده هست یا نه، پس فراورده ها باید پایین تر باشه اینا. خب حالا بچه ها میخوام برای نمودار دومیه رسم کنم، گوش دید؟ ننویس فعلا، بعد مینویسی. واکنش دهنده هاش که همینه، فراورده هاش فرق میکنه. مگه نگفتی سطح انرژی حالت مایع کمتر از حالت گازه؟ پس این فراورده هاش پایین تر میفته، یعنی فراورده های واکنش دو مثلا اینجا میشه، میشه 3 تا CO2 به اضافه 4 تا
H2O به حالت مایع. چون خودتون میدونید دیگه چرا این میشه فراورده واکنش دو. دلیلش هم میدونید، چون سطح انرژی H2O به حالت مایع کمتر از H2O به حالت گاز است. حالا این دلتا اچش اینقدر میشه، پس دومیه گرمای بیشتری آزاد میکنه. بچه ها دومیه گرمای بیشتری آزاد میکنه دو جور، من گفتم. یک، تو واکنش اول بخشی از گرمای آزاد شده دوباره مصرف میشه تا صرف تبخیر آب بشه، پس گرمای کمتری آزاد میکنه. دو، سطح انرژی فراورده ها تو واکنش دو، یه لحظه ببین، یه لحظه فرض کن واکنش دهنده های تو، بذار مثال ساده بزنم، فرض کن واکنش دهنده های تو انرژیشون 1000 تا باشه، این انرژیش 1000 تا باشه، 1000. خب حالا اینا انرژیشون چقدر باشه؟ فرض کن انرژی این 500ه، از 1000 رسیده به 500، پس 500 تا آزاد کرده. این انرژیش کمتر از اونه چون مایع. فرض کن این انرژیش چقدره؟ 400. از 1000 رسیده به 400، پس 600 تا آزاد کرده. پس واکنش دو. واکنش ها رو نوشتید؟ حالا بنویسیم جواب. بنویسیم با گفته بنویسیم گرمای آزاد شده. بچه ها با علامت در نظر نگیرید. یه لحظه سوال، الان کدوم دلتا اچ منفی تره؟ دو. منفی مهم نیست، مقدار اینجوری بنویسیم، مقدار گرمای آزاد شده، قدر مطلق، آره، مقدار گرمای آزاد شده در واکنش دو، گرمای آزاد شده در واکنش دو بیشتر از واکنش یک است، چون واکنش دو بیشتر از واکنش یک است، چون در واکنش یک بخشی از گرمای آزاد شده صرف واکنش یک بخشی از گرمای آزاد شده صرف تبخیر آب می شود، تبخیر آب می شود. بنابراین الان جملمون کامل بشه، بنابراین گرمای کمتری آزاد می شود. به بیان دیگر، به بیان دیگر، سطح انرژی فراورده ها، سطح انرژی فراورده ها در واکنش دو، سطح انرژی فراورده ها در واکنش دو پایین تر از فراورده ها در واکنش یک است. بنابراین مقدار دلتا اچ آن بیشتر است. بچه یه علامت مهم بذارید، سوال امتحانه، نمودارش هم رسم کنید. من میخواستم یه مثال دیگه بگم که این میمونه برای جلسه پنجشنبه انشاءالله. سلامت باشید. فرض کن اصلا واکنشت اینه، خب کلی هم گرما آزاد کرده، حالا میخوای آب رو بخار کنی، مگه نباید یکم دوباره باید یکم گرمایی که آزاد شده رو صرف کنی تا بخار بشه، درسته؟ گرمایی احسن
خب آقایون خسته نباشید، بچه‌ها خسته نباشید. این سوالی صحبتی هست بگید. ساعت بعد چی دارید؟